با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام دوستای خوب و نازنین، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. خیلی خوش آمدید در آیتم باید بدانیم ای هفته ما. دوستای نازنین، دی هفته قرار است که با هم در مورد یک ماده غذایی صحبت بکنیم که همه تان مطمئن هستم او را میشناسین و خیلی وقتا هم در وعده صبحانه تان از او استفاده میکنین و این ماده غذایی ما چیزیست به نام پنیر. بله که همه ایتان او را میشناسین. پنیر از دسته لبنیات دارای رنگ سفید و زرد روشن است که در قوی سازی استخوان‌ها، کاهش پوسیدگی دندان‌ها، بهبود سلامت قلب، جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی و جلوگیری از دیابت مورد استفاده قرار می‌گیرد. پنیر یکی از پر استفاده ترین مواد غذایی خصوصا در وعده صبحانه است. پنیر از خانواده لبنیات است. از شیر حیوانات تهیه می شود و سرشار از کلسیم است. این ماده غذایی دارای انواع مختلفی است که بر اساس آنها به سالم و ناسالم تقسیم می شود. پنیر محبوب همه نقاط مختلف جهان است و علاوه بر وعده غذایی صبحانه در دیگر وعده ها هم به صورت های مختلف استفاده می شود. ارزش غذایی پنیر. پنیر همطوری که گفتیم از محبوب ترین لبنیات مصرفی مردم محسوب می شود. شیر استفاده شده در تهیه پنیر از شیر حیواناتی مثل گاو، گوسفند، شتر، گاومیش استفاده میشه که پرمصرف ترین شیرها برای تهیه پنیر به حساب میآیند. افرادی که به مزه شیر علاقه ای ندارند میتونن با مصرف پنیر در وعده صبحانه میزان لازمی از کلسیم مورد نیاز بدن خود را دریافت کنند. خب با هم دیگه ببینیم که پنیر چه خاصیتی داره. پنیر مانند هر ماده غذایی دارای خواص بسیاری است که روزانه به بدن ما میدهد، اما انسان‌ها بدون توجه به خواص فراوان پنیر به مصرف آن اقدام میکنند. درمان آب مروارید، تقویت بینایی، درمان اوتیسم، کاهش دردهای میگرنی، بهبود عملکرد میتابولیسم مغز، کاهش استرس و بهبود عملکرد دستگاه گوارشی از خواص مهم این ماده غذایی است. پس ببینید که چقدر فایده داره به بدن ما. خب دوستان، به نظر شما پنیر با این همه فواید ضرری هم به بدن ما دارد؟ عوارض بیش از حد مصرف پنیر. بیش از اندازه خوردن هر گونه مواد غذایی میتواند درد معده را در اثر سوء هاضمه ایجاد کند. درد معده از خوردن بیش از حد پنیر نیز میتواند به حساسیت شیر یا کپک مربوط باشد. برای آنکه پنیر به عنوان یک وعده سالم بدون ضرر محسوب شود، بهتر است که آن را به همراه چهار مغز میل کنید. مصرف بیش از حد پنیر باعث کند شدن ذهن میشه و همراه شدن چهار مغز با او میتونه این ضرر را خنثا بکنه. برای افراد مبتلا به بیماری های گوارشی مضر هست. بنابراین بهتر است که این بیماران از مصرف پنیر خودداری بکنند. پنیر میتونه برای برخی از افراد که واکنش آلرژیک به شیر دارند را و اسهال، استفراغ و نفخ شکم دچار کنه. پنیر به تنهایی کمی مضر است و بلغم‌زاست. خوردن پنیر به تنهایی در وعده صبحانه فرد را دچار سستی و بیحالی و کند ذهنی در یادگیری کرده و باعث کاهش تمرکز ذهن در افراد میشه. بنابراین در زمانی که ماده غذایی حاوی کلسیم را مصرف می‌کنیم، باید همراه آن مواد غذایی حاوی فسفر نیز مصرف کنیم. در غیر این صورت غده پاراتیروئید فسفر مورد نیاز را از فسفر موجود در مغز تامین می‌کنه که موجب کند ذهنی میشه. خب دوستای نازنین، این هم از معلومات امروز ما در مورد پنیر. امیدوارستم که چیزای خوبی یاد گرفته باشین. تا باید بدانیم دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار.